فعالان حقوق بشری درباره تشدید خشونت و سیاست های انتقام جویانه علیه زنان در بند حکومت بحرین ابراز نگرانی می کنند. فعالان بحرینی از افزایش اقدامات خشونت و انتقام جویانه علیه زنان در بند زندان شهرک ایسا در بحرین خبر دادند و اعلام کردند که مریم اربردولی مسئول این زندان متولی اصلی این سیاست های انتقام است. فعالان میگویند زنان زندانی به دلیل مطالبه حقوق طبیعی خود در زندان و افشای جنایات مسئولین زندان مورد بالاترین حد بدرفتاری و وحشیگری قرار میگیرند این فعالان ضمن حمایت از کمپین های مختلف به منظور اعلام همبستگی با زندانیان زن و افشای نقش مریم البرودلی در شکنجه زنان دربند میگویند آنچه برای زندانیان زن بحرینی در زندان ایسا اتفاق می افتد، بیانگر ماهیت جنایتکارانه مدیریت این زندان است که از تمام عرضش های عربی و اسلامی بدور است. هفته گذشته فعالان رسانی و حقوق بشری بحرین راهاندازی کمپینی با عنوان جلاد مریم البرودلی را به دلیل دست داشتن مستقیم او در شکنجه زنان بحرینی خواستار شدند. مریم البرودلی جلاد و مسئول زندان زنان در شهرک ایساد در بحرین زنان در بند حکومت بحرین را تهدید کرده که به دلیل افشای اخباری به رسانه ها و مطبوعات مبنی بر بدرفتاری با آنان در زندان با مجازاتی سخت روبرو خواهند شد. گزارش های خبری حاکی از آن است که زنان زندانی بیش از یک هفته در معرض بازرسی های سخت، مصادره وسایل شخصی، ممانعت از مشارکت در کارگاه های داخل زندان، جاسوسی و توته علیه آنها و حتی مصادره لباس های شخصی قرار دارند.